اشغالی رخ داد که اسرائیل، رژیم کودک‌کش اسرائیل، بعد از این هرگز اون رژیم سابق نخواهد بود و شما به چشمان خودتون به سرعت سقوط او را خواهید دید. عملیات غرورآفرین طوفان الاقصا مرزهایی رو جابجا کرد. اولا غافلگیری و شکست منظومه امنیتی اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود که سالها به استیلا و سلطه اطلاعاتی و امنیتی خودش مینازید. دوم، افزایش سطح کیفی و کمی عملیات مقاومت بود. هیچ وقت چنین عملیاتی رو ما شاهد نبودیم. یک عملیات هیبریدی ترکیبی اینطور برن اسیر بگیرن، برگردن و برای رژیم صهیونیستی بسیار گران تموم شد و هرگز این ترمیم نخواهد شد. کشوندن جنگ به داخل اراضی اشغالی اتفاق مهمتری بود. کسانی که پارسال رجز میخوندن برای ما در تهران، حالا چشماشون از خواب باز کردند و فرمانده های نظامیشون رو با لباس زیر اسیر کرده بودن میبردن. نمایش اقتدار مقاومت در عملیات ترکیبی که شما دیدید، همزمان هم اطلاعات اینها هک میشد، هم عملیات نظامی صورت میگرفت. سالها اینها روی اون دیوارهای حائل کار کرده بودند، آخرین تکنولوژی های روز جهان رو به کار برده بودند. توامان بودن اینها پیام خیلی مهمی داشت و از همه مهمتر که شما در قد و قواره برخورده با سنگر اصلی و گلدان شجره مقاومت یعنی ایران نیستید. شما در مرزهای خودتون در سرزمینهای اشغالی پاسخگو از این بعد خواهید بود. این نیست که فکر بکنید نبرد ما در تهران است. نه خیر، این رو بارها عرض کردم که انه این سنت الهی است. هر کاری اینها با جمهوری اسلامی ایران کردن بلا استثناء سر خودشون اومد، هم در فرانسه، هم رژیم صهیونیستی، هم امریکا، همشون همینه، بقیهش هم در راهه. این اراده الهی است که به واسطه خون پاک شهدای ما، خون پاک شهدای ما در انقلابمون در 8 سال دفاع مقدس راههایی رو باز کرد. خدا اراده کرده به واسطه ما پوزه اینها رو به خاک بماله. اینها حرفهای دیپلماتیک نیست، اینها عین واقعیت است. حالا عرض خواهم کرد، اگر رهبر معظم انقلاب میفرمان ما نقش نداشتیم، به سان پدری است که داره میگه فرزند من انقدر بزرگ شده که خودش داره کار خودش رو انجام میده. مقاومت در فلسطین امروز خودش تصمیم میگیره، خودش اجرا میکنه، خودش طراحی میکنه و مدیون کسی نیست. جمهوری اسلامی ایران کسی رو بدهکار و مدیون خودش نگه نمیداره، اینها رو خودکفا بار میاره. همانطور که حزب الله لبنان نیازی به واردات موشک از ما دیگه نداره. برآورد صهیونیست ها بیش از 80,000 موشک در زاغه های و انبارهای مهمات حزب الله لبنانه. این رو مستحضر باشید. اما این جنایت هایی که داره رژیم صهیونیستی انجام میده به خاطر راهبردهای امنیتی است که او داره. خوبه بدونید از مرز کرانه باختری تا دریای مدیترانه فقط و فقط 14 کیلومتر فاصله است. یعنی اگر اینها رو هول بدی ریخته شدن تو دریا، عمق استراتژیک نداره. برای همین دیوانه نمایی میکنه. برای همین وقتی کسی سراغش میره جوری پاسخ میده که میخواد اینو القا بکنه که من خط قرمز ندارم.
هر اتفاقی ممکنه رقم بخوره. دهه 70 میلادی چند فلسطینی یک هواپیمای اسرائیلی رو گروگان گرفتن، این هواپیما رو به انتبه بردن در اوگاندا. رژیم صهیونیستی به فرماندهی همین برادر بنیامین نتانیاهو، یوناتان نتانیاهو، حمله کردن اونجا. گروگان‌ها رو که خواستن آزاد بکنن، تمام جنگنده‌های اون کشور رو هم نابود کردن. این یک مجنون عمل کردن که شما از این به بعد اگر کسی هواپیما ربایی کرد، شما حق ندارید اون رو راه بدید. اگر می‌بینید اینها خبرنگار می‌کشن، به خاطر اینکه این دوست دارن، علاقه دارن این اتفاق رو ابراز بکنن که ما وحشیم. وحشیگری خودشون رو میخوان فریاد بزنن تا خبرنگار دیگه‌ای جرأت نکنه اونجا بره. 2003 فعال ضد جنگ امریکایی راشل کرو در غزه، اون موقع اینا نزدیک 17 تا یا 20 تا شهرک هم در غزه داشتن، در نوار غزه، رفت اونجا جلوی بولدزرهای اینا که برای خراب کردن خانه های فلسطینی آمده بودن دراز کشید، اینا با بولدزر روش رد شدن که این پیغام رو بفرستن ما به سادگی خون میریزیم. اینها عمدن بیمارستان میزنن، اینها عمدن خبرنگار الجزیره شیرین ابو عاقله رو با تیر زدن همین چند سال پیش. ابتداعا هم گفتن خود مقاومت زده، همیشه همین بوده که تیزی خبر رو بگیرن، واکنش های جهانی رو کنترل کنن. بعد از چند ماه یک گوشه یک جایی درز میکنه که نخه کار اینها بوده. اخیراً هم دیدید در همین جنگ خبرنگار رویترز رو کشتن با شلیک مستقیم، عمدی این کار رو میکنن. اما قصه ما با این دیوانگان اینه که ما بر گرده خودمون وظیفه میدونیم، ما موحدیم، ما نمیتونیم تحمل بکنیم کسی بر روی زمین ادعای خدایی کند، کسی بر روی زمین انسانها رو از نظر نژادی دستبندی کند، کسی مدعی شود که نژاد برتر است. ما موحدیم، ما شیطان جنی و انسی را تحمل نخواهیم کرد. ما وظیفه شرعی خودمون، عقلی خودمون و فطری خودمون میدانیم که با ابلیس و نمایندگانش بر روی زمین برخورد کنیم و جهاد کنیم و کوتاه نخواهیم آمد. ایرانیان به عنوان قومی که علم مبارزه با صهیونیسم و مستکبرین و نظام سلطه رو بر دوش گرفتند و دیگر کشورهای مظلوم جهان را با خود همراه کردند، رسالتی بر دوش دارند. این جنگ، جنگ بین سرزمین نجیب زادگان و رژیم حرام زاده است که به زودی به دست نجیب زادگان برچیده خواهد شد. این جنگ نبرد و آوردی است بین فرزندان اسماعیل به واسطه علی ابن ابی طالب و زهرای مرضی سلام الله علیهما با فرزندان یهودا، آن وعده الهی که فرزندان ابراهیم علیه السلام جمیع امتهای زمین را برکت خواهند داد به واسطه سادات بن زهرا رقم خواهد خورد. این نبردی است بین شهادت طلبان و آنهایی که بنا به فرموده قرآن دوست دارند هر کدامشان هزار سال
عمر کنن. قرآن میفرماد و لتجدنهم احرس الناس علی حیات، اینها حریص ترین انسان ها بر زندگی در این دنیا هستند. اینها نمیتونن ما را از مرگ بترسونن. شهادت آرزوی تک تک ماست. قرآن به اینها میگوید، اینها را خطاب قرار میدهد، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید شما قوم برگزیده هستید که خدا شما را انتخاب کرده، فتمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. و قرآن میفرماد هرگز چنین آرزوی نخواهند کرد و خدا به حال ظالمان آگاه است. قرآن اشاره میکند به حضرت ابراهیم که از ذریه تو امامتی شکل خواهد گرفت، امامتی که در آنها ظلم راه ندارد، ولا ینال و عهد الظالمین. و در مقابل به ذریه دیگر ابراهیم علیه السلام از شاخه اسحاق اشاره می کند که از میان آنها هم انسانهای بزرگ، انبیاء الهی بیرون خواهند آمد. و البته پست‌ترین و ظالمترین انسانها هم از همان نسلند. قرآن می فرماید ظالمن لنفسهی مبین. این نبردی است بین سربازان خدا و جنود الهی و سربازان ابلیس و عزازیل. نبردی است بین خانواده دارها و نجیبان و عفیفان با رژیمی هرزه که وزیر امور خارجه وقتش تیزیپی لیونی افتخار میکند که با مردان در زمانی که در موساد بوده همخوابگی میکرده، مصاحبه میکند. تمام شبکه‌های تلویزیونی که اینها حمایت کردن به وجود آوردن، جز پمپاژ کثافت و نفرت در جهان کاری نکرد. این نبردی است بین حامیان زنان و کودکان، بین کسانی که مردانشان، رزماورانشان با روزه علی اصغر اشک می‌ریزند، و سپاه کودک کشان، کسانی که از سال 2008 تا الان سالی 2660 کودک را کشتند. تا امروزی که من با شما صحبت میکنم از سال 2008، تو این 15 سال اینا 34,000 کودک فقط کشتند. اراده الهی بر این قرار گرفته که رگ حیات اینها به دستان پرقدرت محبان امیر المؤمنین قطع شود. این رو بدونید، هم خود اینها در پیشگویی هاشون دارن، هم برادران اهل سنت ما، هم شیعیان. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که این دو مرتبه فتنه بنی اسرائیل چیز؟ حضرت فرمودن به قتل علی و قتل الحسین. بله، ما با اینها پدر کشتگی داریم. زمانی که امیر المومنین ضربت خوردن، فرمودن فستو به رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید. ابن ملجم را اینطور خطاب قرار میدن. اینجا فرصت نیست من این بحث رو باز بکنم. نبردیست بین ما و کسانی که هر سال جشنی دارن و عیدی دارن به نام عید پوریم، که در اون سال روز داستان ایرانی کشی خودشون رو در کتاب استر دارن جشن میگیرن، و این فرزند معلول ذهنی محمد رضا شاه من دیدم چند وقت پیش داره عید پوریم رو داره تبریک میگه. یعنی حتی تو سلطنت طلب هم نیستی، یعنی تو حتی هخامنشیان رو هم نفهمیدی. نگاه ملی کنید، اینها دشمنان ما. نگاه مذهبی کنید، اینها دشمنان ما. در کتاب، در منابع برادران اهل سنتمون داریم پرچم‌های سیاهی از خراسان برافراشته خواهد شد. همین چند روز پیش که
حرم بالای مسجد شریف و گنبد امام رضا علیه السلام در سوگواری برادران عزیز اهل سنت من در غزه به رنگ مشکی در آمد. استراتژیست روسی نوشت این همان پرچم‌های سیاه خراسان است که پرچم‌های سیاه خراسان در شامات برافراشته خواهد شد. این بخش از روایت فارسی است. میگوید مردمانی آنجا میروند و شعارهم و شعارشان این است بکش بکش، یعنی به اشاره به زبان فارسی شده است. اگر خراسان بزرگ رو بگیرید به دستان مبارک شهید عزیز ما سردار سلیمانی، برادران عزیزتر از جان ما افغانستانی ها از خراسان بزرگ امروز در مرزهای جولان حضور دارند. در کتاب‌های خودشان اشاره به این شده است که آنهایی که اینا رو نابود می‌کنند علامتی بر پیشانی دارند. زمانی که در 8 سال دفاع مقدس ما این سربندها اختراع شد اینا به خودشون می‌لرزیدند، می‌گفتن اون قوم به وجود آمد. در کتاب‌های خودشون دارن، کتاب تثنیه باب 28 بخش 49، خداوند از سرزمین دور یعنی از اقصای زمین امتی را که مانند عقاب میپرد بر سر شما فرود خواهد آورد، امتی که زبانش را نمیدانید و بلد نیستید و تو را در تمامی دروازه هایت محاصره خواهد کرد تا دیوارهای بلند و حصینی که بر آنها توکل دارید در تمامی زمینت منهدم شود و تو را در تمامی دروازه هایت در تمامی زمینی که یهوه خدایت به تو داده است محاصره خواهند کرد. اینها حرف های 3300 سال پیش است، اشاره به اینکه اینها پشت دیوارهای بلند پنهان خواهند شد. اما مردمی از سرزمینی دور که زبانشان را نمیدانند مانند عقاب بر سر اینها فرود خواهد آمد. اونقدر اینها ترسیدند و این بخش از تورات رو مصداق شما ایرانیان میدونن که آموزش زبان فارسی رو تو مدارسشون شروع کردن که این بخش درست نباشد که شما زبانشان را نمیدانید. آقا جان ما حمله میکنیم ترکی اونجا حرف میزنیم. این اراده الهی است. امام صادق فرمود آن کسی که کار اینها را یک سره میکند والله 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 هم اهل قم، اینا ایرانیان هم. در پایان فرمودن این تعداد عزیزانی است که دارن ثبت نام میکنن برای اعزام به نبرد با شما، تقریبا به اندازه جمعیت شما آدم اینجا ثبت نام کرده، به اندازه جمعیت صهیونیستایی که در اونجا حضور دارن با بچه ها و پیرمرد پیرزناتون، تازه اونا رو کم کنید شما 2-3 میلیون بیشتر نیستید. بیش از 5 میلیون نفر تا الان ثبت نام کردن. اینها بدونن ما خواب شبمون اینه که یه روزی بالا سر شما بیاییم و با این امید زندگی میکنیم. در پایان از خداوند متعال میخواییم به این خونهای به ناحق ریخته شده، به این فطرتهای پاک، به اراده محکم فرزندان مقاومت هرچه زودتر ظهور منجی ما، امام ما، صاحب ما، ولی ما، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را برساند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.